انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. مردم درباره نوع اعتقادشون به اسباب بر سه قسم تقسیم میشند. قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب. الله سبحانه وتعالى جعل لنا اسباب شرعيه مثل الرقية الشرعيه او حسيه كالدواء. لدي الم في بطني، ماذا اصنع؟ اخذ شيء من الدواء، اخذ شيء من الاعشاب واضع عليه شيء من الماء واشرب، او اقرا على بطن الفاتح. هذا فعل صحيح، جعلت واعتقدت ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سواء اما حسا قلنا كالدواء او شرعا كالرقية الشرعية. برخی از مردم اون سببی رو که الله متعال قرار داده اون رو سبب میدونند و این رویکرد درستی است، مانند سبب حسی که مثلا برای درمان درد و بیماری از دارو استفاده میکنند یا از گیاهانی که در اختیار دارند، یا از سبب شرعی مانند رقیه خواندن. فرد شکم درد هست و فاتحه رو میخونه، که رویکرد اینها که سبب مشروعی رو مورد استفاده قرار میدن روی کرد صحیح و درستی است. بعض الناس نسأل العافية والسلامة يضع على البيت على السيارة على الأولاد أشياء منها. و برخی از مردم برخی از اسباب رو بر ماشین خودشون آویزون میکنن یا بر سردر خونه خودشون یا تعویزهایی بر فرزندان خودشون آویزون میکنن. يضع مثلا رأس ثور، رأس اسد، الحوت، مثلا السمك، مثل آویزون کردن سر گاو یا حیوان دیگری، یا مثلا آویزان کردن سر ماهی و امثال اینها، و اون رو یک سبب میدونن برای دفع ضرر. یا یه سری چیزهای قدیمی و وسایل قدیمی رو آویزون میکنن، یا لباسهای مندرس پاره و قدیمی، حافر الفرس، یا مانند آنچه که برای اسب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره و نعل اسب رو به عنوان یک سبب مورد استفاده قرار میدن. اطارات السیارات، یا حتی لاستیک‌های ماشین‌ها، جایی که در بین برخی از مردم مرسوم هست. نعل عین خرز زرقاء، یا یک سری چشمی‌های آبی رنگی یا شیشه مانندی رو که مورد استفاده قرار میدن. نعل قدیم اکرمك الله، او حذاء قدیم، یا کفش‌ها و دمپایی‌های قدیمی. بعض الاعضاء من الحيوانات الميته، برخی از اندام و اعضای حیوانات مرده. بعض الاشياء تؤخذ من البحر، یا برخی از اسبابی که از دریا میگیرند. لماذا تضع هذه الاشياء؟ قرار دادن و آویزون کردن این اشیا چه معنایی داره؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها اسبابا لدفع العين. میگن که برای اینکه الله تعالی اینها رو اسبابی برای رفع و دفع چشم زخم قرار داده. قل انت الان اعتقدت وجعلت ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا شرك اصغر. لذا به اینها میگیم که شما چیزی رو داری به عنوان سبب ذکر میکنی که الله اون رو سبب قرار نداده و این از زمره شرک اصغر شمرده میشه. واذا اعتقد ان هي التي تدفع الضر وتجلب النفع هذا هو الشرك الاكبر. و اگر اعتقاد داشته باشه که این اسباب خودش دفع ضرر و نفع یا جلب منفعت میکنه، او مرتکب شرک اکبر شده. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دار ولديه اولاد ولديه دواب ولم يضع هذه الاشياء، الذي يحفظ هو الله سبحانه وتعالى. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خونه داشتند، مرکب داشتند، خانواده داشتند، فرزندانی داشتند که هیچ یک از این کارا رو انجام ندادند. لذا نگهدار و نگهدارنده الله متعال هست. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا بحفظه والله اعلم. از الله متعال میخوام که من و شما رو از این شرکیات در حفظ و پناه خودش قرار بده.